با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه اول ماه عقرب سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. ملاقات وزیر امور خارجه امریکا با رهبران حکومت وحدت ملی در یک سفر از پیش اعلام نشده در کابل. برنامه ریزی سازمان استخبارات مرکزی امریکا برای آماده قرار دادن فرماندهان طالبان. ما اضافه‌تر از 30 الی 45 ضربه مستقل هوایی را داریم. در پالوی ازی از 50 الی 200 پرواز حمایوی را داریم از قوای هوایی ما. تن شامیان رئیس و معاون مجلس نمایندگان درباره تام‌های فساد بر رئیس و رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان. نارواره میشم خودتان میگم دوستت خلاص هر طرف که میری. ما الحمدلله خیانت نکردیم، پس ما کلیش موجود است. به هر رایی که شما میخواهید ما حاضر هستیم. فراغت نخستین دور افسران پلیس زن در ولایت بلخ، آمادگی آنان برای آموزش زنان دیگر در کشور. با هشدار وزیر امور خارجه ایران و امریکا بهر سیاست های واشنگتن در برابر تهران. شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا در یک سفر نامنتظر امروز به کابل آمد. آقای تیلرسون در جریان دیدارش از کابل با رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس جایه و محمد عنیف اتمر مشاور امنیت ملی دیدار و گفتگو نمود. در یک خبرنامه سفارت امریکا در کابل آمده است که در این دیدارها بر تعهدات مشترک کابل و واشنگتن برای دستیابی به صلح، ثبات و رفاه درازمدت در افغانستان و نابو ساختن پناهگاه امن هراس افغانان به گونه روشن تاکید شد. خبرنامه می‌افزاید که رئیس جمهور غنی نیز با استقبال از راهبرد تازه امریکا درباره افغانستان تعهد سپرد که کابل با آوردن اصلاحات و بهبود زندگی مردم متعهد است. آقای تیلرسون پیش از آن که به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با مقام‌ها در اسلام آباد و دهلی نو گفتگو کند، با مقام‌های افغان درباره پیکار با هراس افغانی به امنیت منطقه گفتگو کرد. این نخستین سفر آقای تیلرسون به افغانستان است. در این حال سازمان استخبارات مرکزی امریکا یا CIA با تغییر دادن راهبردش در افغانستان بر کشتن رهبران طالبان تمرکز می کند. مقام های امریکایی می گویند که این سازمان برای نخستین بار برای آماده قرار دادن مستقیم طالبان برنامه ریزی می کند. این مقام ها می افزایند که CIA دسته های کوچک را به افغانستان می فرستد تا در کنار نیروهای ویژه افغان فرماندهان طالبان را نابود سازند. وزارت دفاع ملی از این تصمیم سازمان استخبارات مرکزی امریکا استقبال می کند. هدف قرار دادن رهبران طالبان از سوی سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا بخش از راهبرد تازه امریکا درباره افغانستان است که در چارچوب دسته های کوچک در افغانستان عملی خواهد شد و در این عملیات های ویژه از نیروهای ویژه دولت افغانستان نیز کار گرفته خواهد شد. نیویورک تایمز از زبان مقام های امریکایی نگاشته است این تلاش ها از بهر ناتوان ساختن طالبان با ناگزیر ساختن این گروه برای آغاز گفتگوهای سال انجام می شوند. وزارت دفاع ملی نیز از افزایش عملیات های نیروهای دولتی سخن می گوید. ما اضافه تر از 30 الی 45 ضربه مستقل هوایی را داریم. در پالوی ازی از 50 الی 200 پرواز حمایوی را داریم از قوای هوایی ما و هر شب از 2 الی 5 عملیات شبانه را اجرا میکنیم و قطعات کماندوی ما که سابق الی 2 عملیات اجرا میکرد علی نزدیک با 20 الی 25 عملیات روزانه اجرا میکند و قطعات صحاوی ما که سابق از 10 الی 15 عملیات اجرا میکرد علی از 15 الی 20 الی حتی 25 عملیات اجرا میکنند. در کنار این، ارتش ایالات متحده امریکا نیز حمله های هوایی را به گونه بی پیشینه در ماه های اخیر افزایش داده است. تنها در ماه سپتامبر 751 بم از سوی هواپیماهای امریکایی بر طالبان و داعشیان در افغانستان فرو ریخته شدند.
شما شنیدید که رئیس جمهور ترامپ در اعلام راهبرد آمریکا با اشاره به پاکستان گفت با آنانی که به هراس افغانان کمک میکنند و آنان را به میدان جنگ میفرستند همکاری و روابط را قطع میکنیم. بنابراین نه تنها فشارها بر دشمنان در میدانهای جنگ در افغانستان شدت مییابند، بل آنانی که از هراس افغانان پشتیبانی میکنند نیز زیر فشار گرفته خواهند شد. اما یکی از انتقادهای مهم این است که با بهره برداری از فرصت‌های پیش آمده، نیروهای دولتی نباید به ماموریت‌های دفاعیشان ادامه بدهند، بل برای پسگیری بخش‌های از دست رفته بکوشند. حالت دفاعی یک حالت بسیار بدی است که بیخی یا اینمی تو میمانه یا از بین میرن و یا هم به نتیجه اوجا افتیده هستند. اما در کنار آماج قرار دادن رهبران طالبان، هدفگیری گروه های دیگر هراس افغان در افغانستان نیز بسیار مهم دانسته می شود. بیشتر از همه مهم فشار بر پاکستان است که باید بر پاکستان فشار وارد بکنه تا طالبان را به میز مذاکره بکشانند. یکی از بندهای استراتژی جدید همی است. امیدوار هستیم که در این راستا نباید زیگزاگ حرکت بکنند. جدی در این راستا عمل بکنند. هر اقدام عملیاتی که علیه دشمنان مردم افغانستان صورت میگیره باید با دولت و حکومت افغانستان هماهنگ بوده باشد. در حالی که سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا ماموریت هدف قرار دادن طالبان را در پیش گرفته است، گروه طالبان نیز حمله هایشان را به ویژه بر شهرها افزایش دادند. و تنها در یک هفته اخیر در این حمله ها جانهای بیش از 200 تن را گرفتند و بیش از 300 تن دیگر را زخمی ساختند. این در حال است که ریاست امنیت ملی از بازداشت یکی از طراحان اصلی حملات شبکه حقانی در شهر کابل خبر میدهد. یک منبع در ریاست امنیت ملی میگوید که مولوی بشیر از اعضای مهم شبکه حقانی است و چندین گروه کوچک دیگر در ولایت‌های کابل، لوگر و پکتیا را رهبری میکرد. مقام‌های این ریاست میگویند که مولوی بشیر در چندین حمله مرگبار در شهر کابل و انتقال انتحار کنندگان به شهر کابل نقش داشت. معاون نخست مجلس نمایندگان هشدار میدهد که اگر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این مجلس جلوه بررسی تامهای فساد بر خودش و رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان را بگیرد، وی به گونه غیر قانونی بر کرسی رئیس مجلس نمایندگان خواهد نشست. اما آقای ابراهیمی دست داشتنش را در فساد رد میکند و میگوید که هیچ کس در مجلس کارهای خلاف قانون انجام داده نمیتواند. مسعود انصار گزارش میدهد. با گذشت حدود یک ماه از اتهام‌های فساد بر رئیس و رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان، تا هنوز هیئت بررسی کننده مجلس کارش را در این باره آغاز نکرده است. نرواره میشم خودتان میگم دوستت خلاص هر طرف که میری. شما با وجود از اینکه کمیسیون سم شکایت براتون مکتوب روان کرده که خلاف اصول وظایف داخلی ما نمیخوایم که در این قضیه اشتراک کنیم یا بررسی کنیم، شما خلاف از او بازم میگین که پنج کمیسیون و آقای زازای ما الحمدلله خیانت نکردیم، اسناد کلیش موجود است، به هر رأی که شما میخواین ما حاضر هستیم. نه نمیخوای، من میفهمم اینجا یک برنامه هست، ما لازم نمیدانیم در اینجا توضیح بکنم. چهار کمیسیون گفتی؟ چهار کمیسیون در رأس یک نفر از هیئت اداری. در همین حال برخی از نمایندگان ادامه این تنش ها را در مجلس توهین به خانه ملت میدانند. که زه قسم په ذات د خدای درته وکړم له تا او له معاون صاحب اول نه د ما مالی او جانی قدرت انشاءالله زیات ده که په زور وای دا جای به ما اشغال کړی و. زه یو ډیر کشیر وکیل یم په دې پارلمان کې، خو نه موږ په تاسو اعتماد کړی، موږ تاسو ته رایه درکړي، تاسو هم دا د ملت استازو ته په درنده سترګه وګورئ. پس از درد شدن سندهای درباره میلیون ها افغانی فساد در مجلس و متهم شدن رئیس و رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان، نزدیک به یک ماه پیش هیئت برای بررسی این اتهام ها از سوی هیئت اداری مجلس گماشته شد. اما رئیس مجلس امروز یک بار دیگر چهار کمیسیون را به مدیریت معاون دبیر مجلس برای بررسی این اتهام ها گماشت.
در ادامه تنش‌ها میان رئیس و معاون کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، رئیس این کمیسیون درباره برکناری 5 کارمند بلندپایه نهاد میگوید که آنان از قانون سرپیچی می‌کردند و مانع به میان آمدن اصلاحات در این نهاد بودند. اما معاون کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی برکناری و معرفی این 5 کارمند را به لوی سارنوالی از سوی رئیس این کمیسیون مغرضانه و سیاسی می‌داند. انیسه شهید گزارش می‌دهد. رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی علت برکناری 5 کارمند بلندپایه این کمیسیون را تزویر در حاضری، ایجاد موانع در آوردن اصلاحات و چندین اتهام دیگر می‌داند. اینا کسایی بودند که از روز اول تا به امروز سنگ اندازی‌ها کردند و دوسیه‌شان به شکل کامل اینجا در خدمت شما هم قرار دارد و ما روان کردیم به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، همچنان به لوی سارنوالی. اما معاون کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی برکناری این 5 کارمند را سیاسی و شرم‌آور می‌داند. به اساس یک تصمیم غیر قانونی منفک ساختن که اصلاً هیچ صلاحیتشان نداشتند و این خود موضوع سوء استفاده از صلاحیت نشان می‌دهد. رئیس این کمیسیون می‌گوید که وی این کار را بر بنیاد قانون انجام داده است. در قبال هر یکی از این دوستان مشخص شده است که چی کارهایی را انجام داده هر کدامشان. منظم نوت شده است، دانه دانه با نقضی که در برابر هر ماده قانون انجام شده اینجا تصریح صورت گرفته. در همین حال رئیس دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی این مشکل را بر انتخابات سال آینده اثرگذار می داند. 5 تن از اعضای دارالانشا که در بین او معاون مسلکی دارالانشا آخرین رتبه عالی مامور خدمات ملکی است برطرف میکنه و از برای خدا دروغای به این سنگینی. به میان آمدن این کشمکش ها در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، نگرانی های را در نهادهای ناظر انتخابات نیز به میان آورده است. این نهادها میگویند که این گونه تنش ها مردم را به برگزاری انتخابات به موقع و شفاف بی باور می سازند. شمال از باشندگان بلسوری زازی میدان ولایت خوست از ایجاد پازگاه های مرزبانان پاکستانی در بخش های از این بلسوری خبر می دهند. به گفته آنان نظامیان پاکستانی حتی در بخش های از چند روستای این بلسوری ماین‌گذاری کردند و مانع گشت و گذار باشندگان این روستاها در این بخش ها شدند. تمیم حمید خبرنگار طلوع نیوز در سفر به بلسوری زازی میدان گزارش را در این باره تهیه کرده است. این مرد 70 ساله به ما از درگیری های قصه می کند که در ماه های اخیر میان باشندگان روستایشان و نیروهای مرزی پاکستان رخ داده. سر پاس سر نروانی ست تر یک سر پوری در پشتی طولی وسکنه بی روغلی. در پورتا در منطقه جندو سر نپورتا در سر جندو سر نام نمو شود. تا پارسال باشندگان روستای بندروغه که در حدود 200 خانواده در آن بود و باش دارند می توانستند آزادانه به این بخش ها رفت و آمد کنند و برخی از نیازهایشان به ویژه آب را از همین بخش های روستایشان تامین کنند. اما اکنون خطر ماین ها و نیز تیراندازی نظامیان پاکستانی آنان را از این کار باز می دارد. از این جایی که ما استاده هستیم، پاسگاهی که پاکستانی ها به تازگی ایجاد کردن و تأسیسات را که ایجاد کردن در ماه های اخیر دیده می شن. در حال حاضر ما به علت از اینکه نیروهای پاکستانی در همین لحظه ما را کاملا زیر کنترل دارند نمیتونیم که به گونه آزاد تصویر برداری کنیم از اونجا. دیمون کورونی سخت و آویشتر او نوسا دوشا کوسا هم آفیسی و اوشو کنه. نیروهای مرزی افغانستان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست نیز از ایجاد پاسگاه تازه مرزبانان پاکستانی در بلندی ها سخن میگویند. اما فرماندهان پلیس مرزی در این بخش در برابر کمره حرفی نمی زنند. دولت نه همون امنیتی پستی وغارو دای خواتا دیر غرد کرونا دی غرد های لکا دی دای خواتا پستی نشتا دا تیرای ندی دا تیت خبری چی دا پو بوندری پو سار دی دا وسانه نکشده مخکنه نکشده دا تپای تا چه تشتا. اما باشندگان زازی میدان تنها به این خواست یا انتقادها از حکومت بسنده نکردند. آنان خودشان برای تقویت و حتی ایجاد پاسگاه مرزی در بلندی های این ولسوالی دست به کار شدند. ساخت و ساز این جاده که باید به چند پاسگاه از این دست بیانجامد بخشی از این تلاش های مردمی است. هدف یاداده چی دی پسته تا
مټار جگ شي و ب جگی کی اکملات وکي حکومت موږ سره د هم درد وکي چې خراب پځوي موږ ته مټار وي چې و ب جگی کی اکملات وکي. سازی میدان از امن‌ترین بخش‌های افغانستان شناخته می‌شود و این آرامش با تلاش‌ها و همکاری با شندگان این ولسوالی با حکومت‌ها به دست آمده است. برای نخستین بار شمار از افسران پلیس زن در ولایت بلخ پس از یک دوره آموزشی گواهینامه‌های آموزگاری را در بخش دفاع از خویشتن به دست آوردند. فرمانده مرکز آموزش افسران پلیس در شمال کشور می‌گوید که این زنان از سوی آموزگاران خارجی برای 3 ماه آموزش دیدند. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را می‌شنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. ایران و امریکا هشدار می‌دهد آنچه را که تهران دیدگاه نادرست واشنگتن در برابر این کشور می‌داند اصلاح کند. وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که حضور جنگجویان وابسته به ایران در جنگ در برابر داعش به این گروه زیان‌های بزرگ رسانیده است. پیش از این وزیر امور خارجه امریکا سپاه پاسداران ایران را متهم ساخته است که منطقه را به سوی نابودی کشانیده است. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در دیدارش با مقامهای عربستان سعودی بر همکاری ها میان واشنگتن و ریاض در رویارویی با سیاست های ایران تاکید می‌ورزد. افزایش تحریم ها بر سپاه پاسداران ایران از تازه ترین اقدامات واشنگتن در برابر تهران بوده است. هر دو کشور باور دارند هر کسی به شمول شرکت‌های اروپایی و شرکت‌های دیگر که با سپاه پاسداران ایران داد و ستد می‌کند با خطرهای بزرگی روبرو می‌شوند. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که جنگجویان وابسته به ایران باید از عراق بیرون شوند و اداره بخش‌هایی را که به دست دارند به نیروهای دولتی عراق بسپارند. اکنون که جنگ در برابر داعش در عراق به پایان نزدیک می شود، جنگجویان ایرانی باید به خانه هایشان بازگردند. تمامی جنگجویان خارجی باید از عراق بیرون شوند و مردمان این کشور را بگذارند که اختیار بخش های آزاد شده از داعش را به دست بگیرند. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از سخنان رکس تیلرسن بر نقش ایران در شکست گروه داعش در عراق و سوریه تاکید می‌ورزد. وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفرش به خاورمیانه و جنوب آسیا به قطر رفته است و سپس به پاکستان و هند خواهد رفت. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. پزشکان فلسطینی میگویند دو نوزاد دختر که در ناحیه شکم با هم پیوسته هستند در وضع صحی خوب به سر میبرند. هرچند چنین نوزادان معمولا پس از 24 ساعت از جهان میروند، اما قرار است این دو خواهر که روز شنبه متولد شدند برای عملیات جراحی به کشور دیگر فرستاده شوند. با وجود تحریم‌های جهانی بر کره شمالی، 14 کشور آفریقایی سالها با حکومت این کشور داد و ستدهای بازرگانی داشتند. سازمان ملل متحد می‌گوید که چندین پروژه ساختمانی به شمول ساخت کاخ‌های ریاست جمهوری، ساختمان‌های رهایشی و نیز ساخت کارخانه مهمات در این کشورها به یک شرکت دولتی کره شمالی سپرده شدند. سازمان CIA آمریکا یک سگ آموزش دیده را که به پیدا کردن مواد منفجره دیگر علاقه نشان نمی دهد بازنشسته ساخت. این سگ که لولو نام دارد چندین ماه برای پیدا کردن مواد منفجره و جنگ افزارها آموزش دیده بود، اما به گونه ناگهانی دیگر حاضر نشد این کار را انجام دهد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. مجلس نمایندگان در ماه دهم سال روان مالی بودجه میانه سال را تصویب کرد.
شمار از نمایندگان تأخیر در فرستادن بودجه میانه سال را از سوی حکومت انتقاد میکنند و میگویند که در برخی از موارد آوردن تعدیلات در بودجه ملی امسال خلاف قانون است. آنان میگویند که در بودجه میانه سال با چندین نهادی که به تازگی ایجاد شده اند بودجه تخصیص یافته است. زرمینه محمدی گزارش میدهد. تصویب بودجه میانه سال سر و صداهای را در مجلس به میان آورده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که آوردن تعدیلات در بودجه عادی و توسعه‌ای که در میانه سال پیشنهاد شده است شفاف نیست و در برخی از موارد تخصیص‌ها در این بودجه خلاف قانون است. با میلیون ها دلار برای چی خواسته؟ صفحه 7 و 8 که شما بروین ببینین، اینها برای ماش خواستن، ماشی که شما هر روز انتقاد میکنین، برای سفر خواستن که در خارج باید بروند، برای موتر خواستن که هر روز شما انتقاد میکنید. شفافیت نیست جناب آقای رئیس و راه را برای سوء استفاده باز خواهد کرد و دست پارلمان را برای حسابرسی و برای اعمال فشار بر دستگاه های اجرایی برای تطبیق پروژه های انکشافی خواهد بست. کمی پروژه چه تعدیل شویدی او یا کمی پروژه چه اغه ته پیسې اضافه شوې دي یا کم شوې دي، اغه ټول د دې بررسی سند لپاره وزارت مالیه کې منتظر دي. په همدې خاطر باندې چې ترڅو د بررسی تصویب د ولسی جرګې نه ونشي تر هغې پورې دی ور باندې اجرات نشي کولی. هر نوع تغییر و تعدیل که صورت میگیره زمان قید نیست و صلاحیت تجدید نظر از زیر داده قانون به ولسی جرګه. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. سرانجام بودجه میانه سال با اکثریت آرا تصویب می شود. بودجه به استثنای 34 کارت سرخ 84 کارت سبز تایید شد. مسئولان کمیسیون مالی و بودجه میگن که با تصویب بودجه اضافی میانه سال مجموع بودجه سال مالی 1396 هجری خورشیدی به 417 میلیارد و 180 میلیون افغانی رسیده است. خبرهای ورزشی را مسعود ملک در تیمتان میکنه. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. هشتمین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی پانکریشن کشور امروز با میزبانی پایتخت بین ورزشکاران 15 ولایت کشور آغاز شد. در پایان این رقابت‌ها 54 چهره برتر از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها جواز حضور در ترکیب تیم ملی کشور را به دست خواهند آورد. تیم امس اینک در نخستین دیدار رقابت‌های ردگه نخست احمد چای عبدالی با تفاوت 262 دوش تیم بندمیر را شکست داد. در پایان این دیدار رحمت الله سحاق با درخشش در دو بخش بیتنگ سوی کادر فنی برگزاری رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. لیگ دسته اول ولایت بغلان با قهرمانی تیم هندوکش خنجان به پایان رسید. در فرجامین دیدار این رقابت‌ها هندوکش خنجان در مقابل امید رامان به میدان رفت که خنجانی ها توانست با نتیجه 3-1 امید آرمان را شکست بدهد و فاتح این رقابت‌ها شود. در پایان این پیکارها تیم‌های هندوکش خنجان و امید آرمان جواز حضور در رقابت‌های لیگ برترین ولایت را به دست آورد و سال آینده در لیگ برترین ولایت به رقابت می‌پردازند. نهمین کارگاه آموزشی فدراسیون جوجوتسوی کشور امروز در کمیته ملی المپیک آغاز شد. در این کارگاه آموزشی بیشتر از 30 مربی از کلب‌های مختلف شهر کابل شرکت نموده است. ما در تلاش رسانیدن داخترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.